به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. افراد سطحی نگر به عواقب مسائل توجه ندارند و همه جوانب مسائل رو نمیتونن تجزیه و تحلیل کنن و ممکنه مسیر اشتباهی رو پیش بگیرن. ما تو مسابقه شهروند و مافیا سطحی نگری رو کنار میگذاریم و به تجزیه و تحلیل میپردازیم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدین. بده، بازی قبلی چطور بود؟ بازی قبلی که خیلی خوب بود ولی باختیم. بازی قبلی رو باختی؟ باختیم. شهروند بودی؟ شهروند. چی یاد گرفتی از بازی قبل؟ بازی قبل اینکه زود اعتماد نکنید. آقا مرتضی شما چقدر رو حستون بازی میکنید، چقدر رو استدلالتون بازی میکنید؟ بیشتر رو استدلال بازی میکنن دیگه. همین میگم دیگه، زیاد با یکی بازی میکنید دیگه کلا حسی میشه دیگه، استدلال نمیاد تو بازی. ولی اینجا چون اکثرا با هم بازی نکردیم استدلال بیشتر. نقش مورد علاقت چیه؟ شهروند ساده. شهروند ساده رو دوست داری؟ چرا؟ شب فکر نمی کنی به اینکه نقشت رو یکی انجام بدی، به این فکر می کنی که فردا بیدار شی چی کار باید بکنی. خیلی راحت به همدیگه اعتماد نکنیم، با نگاه و نمیدونم با استدلال و حس و این چیزا بریم جلو، بعد اینکه اونی که ما میگیم همیشه درست نیست. نقش من ناتو خیلی دوست دارم، نقش مافیایی ناتو خیلی دوست داشتم. یهو تو این بازی دیدم سه تا مشهدی کنار هم نشستیم، یعنی قطعاً این بازی جذابی خواهد شد چون مشهدی‌ها پرفکتن. بزرگترین درسی که گرفتم خوب شنیدن بود، یعنی فقط حرفو میشنیدم ولی نمیخواستن عمل کنن. من کلا از بازی مافیا لذت میبرم، حالا اینکه نمیشناسم سعی میکنم تو بازی بشناسمشون دیگه. مافیا به نظر من زندگیه. خوبیش اینه که استدلال، باید فقط رو استدلال پیدا کنی، بازی استدلال محوره دیگه. ولی خب بعدیش هم اینه که نمیتونی اونقدر رو حست چیز کنی، تکیه کنی. آرش نقشی دوست داری؟ فرق نمیکنه. فرق نمیکنه واسه آرش. آماده ای دیگه ببینم. در مسابقه مافیا دو گروه شهروند و مافیا شرکت میکنن. گروه مافیا شامل رئیس مافیا، ناتو و گروگانگیره. رئیس مافیا مسئولیت هدایت تیم خودش رو داره و در نهایت تصمیم رو اون میگه. استعلام رئیس مافیا برای کارگاه همیشه منفیه. ناتوی گروه مافیا در طول بازی یک بار میتونه از توانایی ناتوی استفاده کنه و سعی کنه نقش یک شهروند نقشدار رو حدس بزنه. در صورت درست بودن حدسش، اون شهروند تحت هر شرایطی از مسابقه خارج میشه و در صورت اشتباه بودن حدس ناتو هیچ اتفاقی نمیفته. در صورتی که گروه مافیا بخواد ناتویی کنه، دیگه امکان استفاده از تیرش رو در اون شب نداره. گروگانگیر که یارهاش رو میشناسه ولی به تنهایی کارش رو انجام میده، هر شب یکی از شهروندها رو گروگان میگیره. در صورتی که اون شهروند نقشدار باشه نمیتونه اون شب از تواناییش استفاده کنه. گروگانگیر حق نداره برای دو شب متوالی یک نفر رو گروگان بگیره. گروه شهروند شامل پزشک، کاراگاه، تکاور، تفنگدار، نگهبان و شهروند ساده است. پزشک بازی بعد از شلیک گروه مافیا میتونه یک یا دو نفر رو نجات بده. کاراگاه در شب میتونه استعلام مافیایی یک نفر رو از راوی بگیره. تکاور شهروندیه که زمانی که مورد حمله گروه مافیا قرار میگیره حق تکتیر اندازی داره. تکاور بازی در شبی که تکتیر اندازی میکنه باید مطمئن باشه که کسی که مورد هدف قرار میده مافیاست. اگر به اشتباه شهروند رو مورد هدف قرار بده، خودش از بازی خارج میشه. البته اگر رئیس مافیا رو بزنه، هیچ کس از بازی خارج نمیشه. تفنگدار هر شب بیدار میشه و میتونه حداکثر دو تفنگ به افراد داخل بازی بده. افرادی که در شب تفنگ دریافت کردن، از نوع تفنگی که گرفتن خبر ندارن و فقط در طول روز بعدی حق استفاده از تفنگشون رو دارن. پس از شلیک تفنگ توسط افراد، راوی اعلام میکنه که تفنگ جنگی بوده یا مشقی. در صورتی که تفنگ مشقی باشه هیچ اتفاقی نمیفته، اما در صورت جنگی بودن تفنگ، شخصی که مورد هدف قرار گرفته از بازی خارج میشه و شهروند یا مافیا بودنش توسط راوی اعلام میشه. تفنگدار نمیتونه به خودش تفنگ جنگی بده. اگر کسی که تفنگ دریافت کرده کشته شب باشه، تفنگ به دست تفنگدار برمیگرده و میتونه در شب‌های بعدی اون رو به افراد دیگری بده.
نگهبان نقش مقابل گروگانگیره که اولین نفر قبل از گروه مافیا بیدار میشه و از نقش یک یا دو نفر در برابر گروگانگیر نگهبانی میکنه و اجازه نمیده که نقش این افراد گرو گرفته بشه. نگهبان در روز زره داره و در صورتی که در طول روز به هر نحوی از بازی خارج بشه زرهش میفته و نقشش توسط راوی اعلام میشه و از اون به بعد به عنوان شهروند ساده به بازی ادامه میده. سلام عرض ادب خدمت شرکت کنندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که در یک مرحله بالاتر در خدمت شما عزیزان هستیم. یک نکته رو لازم میدونم خدمتتون عرض کنم، اونم اینه که از هر مسابقه در مرحله یک هشتم 4 نفر به صورت مستقیم صعود خواهند کرد. توی جدول امتیازات داوران 20 نفر برتر ورود پیدا میکنن به 2 مسابقه شانس مجدد. فکر کنم خبر جذابی باشه براتون، امیدوارم از شانس هاتون بهترین استفاده رو ببرین. میریم سراغ گروه محترم داوری. آقای صادقی سلام، حالتون چطوره؟ سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، شما این نورایی، امیدوارم یک بازی خیلی خوب و جذاب رو در کنار هم دیگه ببینیم و کسایی که لایق هستن مرحله بعدی بتونن از این بازی صعود کنن. ارادت. متشکرم آقای صادقی. آقای پورنیک سلام به همه، خیلی خوشحالیم که یک شب دیگه در خدمتتون هستیم. تبریک بابت صعودتون به این مرحله، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که تو 4 نفر صعودی این بازی قرار بگیریم، موفق باشید. متشکرم. حمید سلام، درود بر شما، خرسندم امشب هم در خدمتتون هستیم. 10 نفری که الان اینجا حضور دارن حتما جز بهترین هاشون بودن توی بازی خودشون، امیدوارم امروز هم هر 10 تا بهترین بازیشون رو انجام بدن و کار ما رو برای اعلام سعودی ها سخت و سخت‌تر بکنن. بفرمایید. من هم امیدوارم. آقای سینا سلام. سلام، آرزوی موفقیت میکنم واسه شرکت کننده. آلمانی ها یه مثالی دارن، میگن یه جنگجو همیشه بر میگرده درست وقتی که هیچ کس منتظرش نیست. امیدوارم اگه وارد مسیر اشتباهی هم شدید برگردید تا قبل اینکه خیلی دیر بشه. خیلی متشکرم سینا. و داور پنجممون آقای مصطفی. سلام، عرض ادب و ارادت. من نمیدونم چرا فکر کنم بازی خوبی نمیشه، نمیدونم چرا، از معدود بازیایی که همچین حسی دارم، ولی واقعا از صمیم قلب امیدوارم که بعد بازی پشیمون بشم. من هم امیدوارم شما ابراز ندامت کنید آقای مصطفی. بریم سراغ دور معارفه. آقایون صحبت میکنید 15 ثانیه بدون چالش. شماره 1 بفرمایید. سلام دوستان، پترامم، خیلی خوشحالم که در کنار شما تو این مرحله بازم. سام من شهروندم، شهروند بازی منو اذیت نکنه، ذهنشم اصلا درگیر من. دارم شهرونده هم پیدا کنیم با هم بازی کنیم. من اتهام میزنم به شماره 3، یه اتهام میزنم به شماره 9. بفرمایید. سلام دوستان، مرتضام، خیلی خوشحالم کنارتون بازی میکنم. بچه‌ها من قطعی شهروند بازی، شهروندی ایشون هم من قبول میکنم. یه اتهام میزنم شماره 8، یه اتهام میزنم شماره 10، شماره 4 ان شاءالله شهروند باشه. بچرخو ببینیم چی میشه. بفرمایید. سلام بچه‌ها، سینام، خوشحالم تو جمعتونم. شما شهروندی آقا رو قبول کردی، اتهامش هم یه اتهام میزدی دیگه. بچه‌ها 2 مشکوکه، 5 از نظر من مافیاه، 7 از نظر من مافیاه. بچرخ. خب به نام خدایی که به شدت کافی. سلام رفقا، خیلی خوشحالم توی این جمع بازی میکنم توی یک هشتم. من از یک کس شهروندی میگیرم، ولی فکتی که استدلالی که 3 واسه 2 آورد میتونه بشینه، تو اونو شهروند داری، میتونست یه تارگت هم به این مافیاش بزنی. فیلینگ حسی فیلینگ حسی میگم یه فیلی داشت رد میشد. سلام دوستان، داریوش بازیتون هستم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. من 3 رو آی شماره 3 رو قطعا مافیای بازی دارم. استاد خودتون نظر راجع به آقای شماره 1 نداده بودین که شما رو مافیای بازی کرد. من شماره 3 رو قطعا مافیای بازی دارم. آقای شماره 8 هم به نظر من میتونه مافیای بازی بشه. متشکرم. آقای داریوش از کجا تشریف آوردین؟ من از بابل اومدم. خیلی خوش اومدید. سلام دوستان، من مصطفی بازی ام، دارم بازی خوبی داشته باشیم، از همتون چیزای جدید یاد بگیرم، حتی از آقای نورایی. من از مشهد. بله حتی من از مشهد اومدم دوستان. بچه من شماره 1 رو برعکس شما حس شهروندی نمیگیرم، احساس میکنم مافیا. شما باید یکم تارگت محکم‌تر میزدی که ببینیم فردا میخوای چی ازش در. اتهامای محکم‌تری میزدی که ببینیم فردا میخوای از توش واسمون چی در بیاری. شماره 3 مشروب میبینم، یعنی این خورده ای که آقا داره به شما میگیره کاملا منطقیه. متشکرم مصطفی. مصطفی بعد میگفتی از آقای نورایی چیزای جدید یاد میگیرم، حتی از شما عزیز. بله اینم منطقیه. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام و درود بر دوستان، محمد بازی هستم همچنان از مشهد.
دوستان من یه اتهام دارم، اونم شماره 3. شماره 3 شما قطعا میتونی مافیای بازی باشی. شما دو رو داری بازخواست میکنی که آقا چرا تارگت شماره 1 رو نزد، دوست نداشته بزن. بازخواست نداریم اول بازی. شماره اتهام اول من شماره 3 به 8 هم یه اتهام میزنم. بفرمایید. دوستان درود، وحید بازی ام. خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم و از همتون چیزای زیاد یاد میگیرم. بچه‌ها ببینین شماره 5 به شدت مشکوکه. یه تارگت به اون ور میزنه، چهار نفر یه اتهام به اون ور میزنه، چهار نفر قبلش صحبت کردن، هیچ نظری در مورد اونا نداره، بعد یه دونه هم به بعد خودش میزنه. این میشه ذهن پراکنده. به نظر من 5 میتونه مافیای بازی بشه. این دوست عزیزم هیچ صحبتی نداشت، چند نفر گفتن 3، گفت 3، بعدش هم دوباره 8، یعنی همه حرفای شماره 5 رو تکرار کرد. شما هم به شدت برای من مشکوکی. بعدی بفرمایید. سلام دوستان، علی هستم. شما رو این دلیلی که میاری دو بعد تارگت اتهامای شما رو یکو بزنید دلیل منطقی نیست. شما مافیای بازی هستی. شما من نگفتی من یک اتهام دارم فقط شماره 3، بر چی به شماره 8 اتهام زدی؟ شما که خود تایید نشون میدی چرا این استدلال نیاوردی دوست من؟ 3 7 8. تمام. سلام دوستان، آرشم. خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. من دفعه سوممه دارم بازی میکنم بچه‌ها. ببینید الان 4 نفر برای من مشکوکن. شماره 1، شماره 3، شماره 5، شماره 8. این اتهاماییه که من زدم. متشکرم. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. ناتو گروگانگیر تایید بده رئیس مافیا و ناتو بخوابن. گروگانگیر رئیس تایید، ناتو تایید. گروگانگیر بخوابه. نگهبان بخوابه. کارگاه بخوابه. تفنگدار بخوابه. پزشک بخوابه. و تکاور شهرمون بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 1 بفهم. شماره 4 بعد من صحبت. دوستان نظر من شماره 3 میتونه مافیا باشه. این استدلالی که میاری برای روز معارفه نمیشینه. اسم من اومدی سری کره شماره 2 رو بگیری. شما نظر من مشکوکی. شماره 6 من مافیا دارم. آقا من گفتم من شهروند بازی ام. شهروند ذهنشو درگیر من نکنه. شما اگه شهروند بودی میگفتی منم شهروندم بیا با هم بازی کنی. برایندمون اگه شهروند بود اون موقع میتونستی به من بگی مافیا بود. من شماره 7م که داره لایک میده رو مشکوک دارم. آقا شما 6 نفر قبل طرفای مختلف زدید. فقط رو موج همه میگی شماره 3 مون. بچه‌ها یه سری چیزا رو بگم. آقای شماره 7، آقای شماره 7، آقای شماره 7 و آقای شماره 9، شما مگه نمیگین به 3 تا اتهام میزدین به خاطر اینکه که منم دقیقاً مثل این افتاد. چرا به من اتهام نزدین؟ مگه این نگفتش که دو باید اگه اونا حمایت میکنه اتهاماشو اتهام کنه؟ منم همینو گفتم. گفتم مشکوکه به خاطر همین کار. چرا به من نزدین؟ فقط به این دلیل. خیلی مشکوک. نفر بعد شماره 8 بعد من صحبت.
بچه ها نگاه کنید، شماره 8 مافیای بازیه. شما اتهام میزنی به شماره 5، میگی قبلش رو صحبت نکرده، گفت قطعی 3 مافیای دیگه. 3 الان واسه شما چیه؟ بعد بچه ها من یه نفر رو شهروند خوندم، شماره 6 میاد اینو مافیا میخونه، با من کاری نداره. من شانس چشم باز کردم با یک گذر، تو باید الان منو میزنی. شماره 6 مافیای بازیه، 8 مافیای بازیه. بفرمایید من صحبت کنم. ببین دوست عزیز چی داری میگی؟ من دارم میگم 4 نفر قبلش صحبت کردن، ذهنش پراکنده است، یه دونه به اون ور میزنه، یه دونه به بعدش، اصلا کاری با این نداریم. این آقا 6 نفر قبلش صحبت کردن، عیناً حرفای شماره 5 رو تکرار کرد. این آقا قطعی مافیای بازی. اگر شهروندی آخرین اختیار من به شما، منم شهروند. شماره 7 صحبت. ببین شماره 8 شما حرفتو ضبط کرده بودید. برای شماره 3 من نفر قبلت بودم. میتونستی اول اتهام اول تو به من بزنی بعد بری رو شماره 3. چون دقیقاً همین اتفاق افتاد. خب دوستان نتیجه گیری زود هنگام فقط مال مافیا. آقا همین الان میگه قطعاً من مافیام دیگه. من میدونم شهروندم. شما پس مافیا بازی. شماره 8 به نظر من سوخته. شماره 3 هنوز واسه من مافیا هست. متشکرم، بفرمایید. من که واسه قطعاً مافیای بازی بودم که. مگه شما زود تصمیم نگرفتیم استدلالی که واسه آقا میاری؟ مگه آقا بلندشو به شماره 6 اتهام زد، شما تاییدتو بالا نیوردی؟ الان چه راجبش صحبت نکنی؟ بچا 7 مافیای بازیه. موی تو این فکتی که استدلالی که میاری شماره 5 هم بلند شده به من زده، بلند شده به من زده، با تو کار نداشته. بچه ها 5 هم میتونه مافیا، 7 مافیای بازیه. امروز من تو رو دادگاه میخوام. بفرمایید. برو مصطفی شماره 6. بچه ها لازم حرفانو خوب گوش کنین. ذهن پراکنده ممکنه ذهن شهروندی باشه، یعنی نمیتونیم بگیم بچه ها این آقا ذهن پراکنده داره و ذهن مافیایی داره. بعد شما از اول بازی فقط همینو داری، هیچ تارگت دیگه ای نداری. بچه ها یه فکت در مورد شماره 7 هست، اینه که بچه ها 2 نفر رو تارگت میزنی، نفر سومی داخل اتهام میزنی، نفر سومی داخل اتهامش نیست. پس این رفتار میتونه مشکوک باشه. ولی موی تو هم خیلی مشکوکی، تو خودگیرت فعاله، میگی چرا به این تارگت زنیم به من تارگت نزنیم. اتهام نزدی، بی ادب. بچه‌ها یه لحظه گوش کنید. آقای شماره 7، شما مگه معتقد نیستی که آقای شماره 8 اومده اول یه نفر دیگر زده بعد اومده روی 3؟ شما هم همین کار کردی، گفتی 8 مافیاست ولی رو مافیایی شماره 3 هم هستم. شما همون کاری که همون استدلالی که واسه 8 آوردی به خودت هم میشینه. آدم مصطفی من و این عین هم صحبت کردیم، باید اگر به این تارگت اتهام می‌زدن باید به منم اتهام می‌زدن. مصطفی اگه شهروندی اصلا نمیتونی سمت من بیاد. بفرمایید. شما برای شماره 10 بعد از من صحبت کن. ببین من استدلال مافیا تو رو آوردم ترن قبل. تو مال مافیا ولی یک جمله خیلی فولی گفته شماره 7. شما گفتین قطعا میتونه مافیا بازی باشه. شما بعد میگفتین قطعا مافیاست. نباید میگفتی قطعا میتونه. من شماره 7 هم مشکوکم. تویی که داری میزنی من تو رو مشکوک دارم استاد. من شماره 2 چی شد استاد؟ رفیق غلط املایی میگیری، قطعا مافیا باشه، قطعا میتونه مافیا باشه. اصلا ول کن این دیالوگا رو، ول کن دیگه، تو کلام میپره، اشتباه لپیه. شماره 3 تو روز معارفه این همه داشت اتهام میخورد، الان یه دفعه ای اصلا داره حمایت هم میشه، از روش شیک میشه، ول میکنی. شماره 3 مافیای بازی. آقا بفرمه چالش قطعا شماره 8. من صحبت کنم. بله. بچه ها ببینین، من یه چیز دیگر در مورد شماره 7 میگم، یک دلیل مافیای دیگه. این آقا دروغ وارد بازی کرد. دوست عزیز من اول در مورد 5 صحبت کردم، گفتم 4 نفر قبلش صحبت کردن، بعد در مورد شما گفتی شما در مورد 3 صحبت کردی. من اصلا در مورد 3 صحبت نکردم. اگر شهروندی این مافیاست. بفرمایید. بچه‌ها من چالش دادم، شما الان تارگت اتهام دیگه ای نداری. آقای شماره 8 الان 2 نفر بلند شدن خیلی سفت دارن شما رو اتهام میزنن، در مورد اونها هیچ نظری نداری، فقط شماره 7 به شدت مشکوکی. آقای وحید خیلی مشکوکی. ولی بچه‌ها استدلالی که شماره 10 میاره کاملا منطقیه. توی پیش معرفه افراد حسی اتهام میخورن، به احتمال قوی مافیان، و اینکه شما امروز اصلا اتهام نمیخوره آقای شماره 3 خیلی مشکوکه برای من. بفرمایید. برای شماره 9 بعد من. خب ببین اگه شما شماره 3 رو مافیا میدونید، بعد آقا شماره 10 شماره 6 بعد به من بگین شهروند، چون اینا اتهام صدشون منه. ولی شما فقط دارین گره درست میکنید، یعنی امروز به اون آقا میگین آقا تو مافیای، ولی امروز من مسلما دارم میام تو دفاع، ولی شما فردا میگید من دیدی گفتم اون آقا مافیاست، پس باید این سایدم بگی، پس بگی این ساید شهروند. دوستان من مافیا شماره 5 به نظر من مافیا، شما دارین میگین من مافیا، اون آقای شماره 3 فقط داره میگه من مافیا. متشکرم. اچه من چالش داشتم. شماره 10 شما چرا سب نکردی نوبتت بشه ببینی چند تا اتهام میخوری شماره 3 که بتونی مافیا در بیاری؟ بچه ها 10 قط عدم تا بچه 10 مافیای بازی، شماره 4 هم مافیای بازی که 3 رو تو لفافه اومد. اگه 3 شهرم باشه قطعا 4 مافیای بازی. چالش برای شماره 6 بعد من. ببین بچه ها
چیش چالش گرفت، چی کار کرد اول صحبت. من اولین نفری بودم که شماره 7 رو بهش اتهام زدم، تو اومدی جفتمون رو با هم زدی، بعد الان دوباره به ما کار نداشتی یه جای دیگه زدی. ببین تو هم به شدت مشکوکی، من مافیا دارم، یکی یکی میگیرم. شماره 10 هم حرفاش مشکوک بود، دیروز 4 تا عدد فقط گفت، هیچی از بین 9 نفر در نیاورد بود، الانم فقط یه نفر بعد. بچه‌ها نگاه کنین، شما الان میگین چرا به من کار دارین، من دارم به 3 میزنم، یعنی احساس میکنم 3 رو دارین میفروشین، میگین 3 مافیاست، من که دارم به 3 میزنم چرا با من کار دارین؟ بچه‌ها این داخل لفافه داره میگه دیگه، شماره 7 بعد به منو 10 چرا توضیح میدی؟ چرا به ما نمیگی مافیا؟ مگه احساس نمیکنه استدلال درسته؟ تو به شدت مشکوک و شما هم به شدت مشکوک، به قول خودت مصطفی هم داره به این میزنه، خودت هم داری همین کارو تکرار میکنی. شماره 1 اول صحبت. آقا شماره حرف یه حرف مشکوک زده، ولی اگه این شماره 7 این حرف مشکوک نمیزد، شماره 3 و 5 شما چه حرفی داشتید؟ شما کل بازیتون رو بستید فقط رو مافیای شماره. آره شماره 9 هم مافیا دارن، شما چالش گرفتی زبون اون آقا شدی، زبون این آقا شدی. بعد اصلا اتهامات 3 و 6 که گرای بازی نیستن، میگی 10 مافیا بازی و 4 مافیا بازی، اینا کجا شهر بودن؟ بفرمایید. من صحبت کنم، شماره 10 مگه تو معارفه اصلا رسید صحبت؟ چاگو من 4 نفر انقدر نوار خالی پر کرد تا وقتش تموم شد، هیچ کس بلند نشد بهش اتهام بزنه. خب 10 میشه مافیای بازی دیگه، شماره 4 هم مافیا بازی. بچه 7 داره بیشتر از 3 اتهام میخوره، چیز 8 8 قطعا شهروند بازی، منم شهروندم. شماره 1 دوست داشتی اعتماد کن. شماره 4 صحبت کن. استاد الان این دوتا دارن بیشتر اتهام میخورن، تو میگی 3 داره اتهام میخوره با چند 8 شهربنده، بعد استاد تو میگی که من به این اتهام زدم، به این میگی شهربند، اگه این بری شهربند باشه من مافیا. این چیه برات استاد؟ اگه این شهربند باشه قطعی خودت مافیایی. ببین 9 مافیا، 7 متشکرم، بفرمایید. خسته شدی عبازی؟ میخوای بری خونتون؟ باشه خودت برو دیگه، اذیتمون نکن. ببین شماره 8 مافیای بازی، بلند میشه به همه توضیح میده، اگه شما شهروندید فلانی مافیای منو، با من کار نداشته باشید، یک بار به شما اختار میدم. ببین من شماره 3 رو میگفتم مافیای دیگه، دیسلایک نداره رفیق، عدم تایید، دیستایید. شماره 8 مافیای بازی، امروز به نظر من کسی مسئولیت بیرون رفتن کسی رو قبول میکنه با لایک و دیسلایک من نشون بده. تایید و عدم تایید. عدم و تایید. شماره 8 بره بیرون. متشکرم. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای پدرام، مرتضی، سینا، محید، داریوش، مصطفی، محمد، وحید، علی و آرش. سه نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 3، 5 و 7. سینا بیست و دفاع کن. بچه من که شهروند بازیم، امروز که رأی نمیدیم. بچه محید اول صحبت بلند شد گفتش که ذهن من با این یکی بود، به مصطفی داشت ایراد میگرفت شماره 6. بچه اگه کسی قبلا میخواست به تارگت بزنه تام بزنه، باید به محید میزده. یک نفر سر من داره عدم تایید نشون میده، شما من رو آورید دفاعی، اون نمیاد. بعد تو منو، هم منو مافیا دی، هم شماره 7 که بلند شدم تو نوبتم گفتم مافیاه، 8 دیگه دیروز به زدرم کار نداری، منو که 7 تارگت فرصته مستقیمته، منم همراش مافیا داری. بچه 5 خیلی مشکوک. بفرمایید. بسطید شما بلند شدی شماره 7 تو مافیا کرد، 7 هم اومد شما رو مافیا کرد، الان 7 به شما رأی نداد، یعنی کل براینده بازیش فقط شماره 3 بود که الان بهش رأی نداد. استاد شماره 3 قطعا مافیای بازیه، آقا شماره 7 هم مافیا بود، شماره 10 برمیگرده اسم شماره 3 دیگه چرا نمیاد؟ بعد مافیای قطعی شماره 8 دیگه. استاد غلط املاییه دیگه، درسته؟ آقا شماره 7 مافیاست. آقای محمد بیستید بعد دفاع کنید. بچه‌ها بیاین اول مهندسی معکوس بریم، من مافیای بازی چه دلیلی داره یا نفر سوم بیام بالا؟ این از اولش. ببین دوستان، شماره 8 چرا نیومد توی دفاع؟ کیا رأی دادن بهش؟ آقا فقط تک تارگتش من بودم، من اومدم تو دفاع، الان این من چی ام الان اینجا بازی براتون؟ دوستان من شماره 5 و مافیا میبینم که به من میگه قطعا تو مافیا، یه دفعه شماره 3 میگه مافیا، درسته؟ ولی فعلا به نظر من امروز کس بیرون نره، باز فردا باز اطلاعات جدید بیاد تو بازی. سه نفر بیستید، شما به هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای سینا،
داریوش. محمد. بفهمید بشینید آقایون. سابقه دار. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان شهر بیدار شه. شما میتونید از دو نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر. کسی که انتخاب میکنید امشب توانش رو از دست خواهد داد. بخوابه. گروه مافیا به جز گروگانگیر از خواب بیدار شند. گروه مافیا بخوابند. کارآگاه. بله بله بله. چند نگیره؟ بخوابه تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تکتیر اندازی دارین. بخوابه پزشک. دو حق انتخاب. پزشک بخوابه. خدا رو شکر ناتو گروگانگیر هم سیف کرد که اگر یک درصد تکاور زده باشه. تفنگدار. شما میتونین حد اکثر دو تفنگ به شهر بدین. جنگی آفرین. بخوابه. دست همه آقایون جلو برای دریافت تفنگ. دست هایی که لمس میشم فردا تفنگ خواهند داشت. آقایون دستاتون رو بندازین. عزیزانی که تفنگ دریافت کردن تایید. بله متشکرم. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 3. سینا خسته نباشی، پشت صحنه همراه باش. تونستی برای شب کار کنی؟ نه فکر نکن، اومدم بیرون پزشک بازی شبیهش اومد بیرون. آره. بازی خود راضی بودی؟ نه. روان چطور؟ خوبه. بازی گنگه. معلوم نیست. آقایون صحبت میکنن. 25 ثانیه با چالش از شماره 10 بفرمایید. شماره 4 محیط صحبت کن. بچه ها شماره 9 مافیای بازی، 7 هم مافیای بازی. من شهربند. دو نفر دیگه رأی دادن با آقایی. نفر سوم هم اومده بالا. چرا این کره رو نگرفتن رأی بدن؟ فردا میریختن روی من، روی این یا روی اون دیگه. چرا رأی ندادن؟ امروز آقای شماره 7 آقای 9 دفاع. خب الان چه جنبندی بودین؟ کیا رأی دادن الان به آقایی که شما اومده شماره 7 اومده بالا؟ آقا رأی داده، شما رأی دادی، شماره 5 هم رأی نداده. تکلیف اون یارشون چه؟ خب الان شما شهروندی مافیا رأی میده میره بیرون دیگه. پس تکلیف چی میشه؟ آقا مافیا، اون رفیقمون مافیا. موید الان دیگه تو مخ من نری بخوای با من بجنگی. این دو نفر ببین بینشون یک یا دو مافیا هستش که یارشون باشون رأی نداده. نفر بعد؟ دو اول. بچه‌ها یه دقیقه گوش بدید. شماره 7 استدلال مافیایی 6 رو از کجا میاره؟ میگه تو منو با اتهامم میذاری توی سبد. ولی 5م 7 رو با 3 گذاشت توی سبد. تو با 5 رأی دادی به شماره 7. بچه‌ها مافیای من شماره 8، شماره 5 بازیه. من صحبت کنم.
یعنی الان 7 شهروند دیگه، درسته؟ چون دو نفر بهش رأی خروج داد. این شماره مافیای بازیه دیگه. بابا دیروزم به من میگه میخوای بری خونتون؟ خب موضعت نسبت به من چیه؟ مگه من موج از رو شماره 3 نشکستم دوست من؟ تو بعد رسید به نوبتت گفتی 3 شهروند باز. مافیا باز. بچه ولی از رأی خروجای 7 یا خود 7 باید مافیا در میو تفنگ. چالش برای شماره 1 بعد من. بچه‌ها یه لحظه گوش کنین. برگردیم به روز پیش معارفه. آقای شماره 10 مشکوک ترین حرف بازی رو زد. هیچ اتهامی نخورد. الان فقط 2 نفر دارن اسمشو میارن. یک نفر سفت اونجا داشت میگفت شماره 10 شب مرده با ساید شهروند، با طرف شهروند. الان اون چی بوده؟ خب داشت 10 میکوبید دیگه به همراه من شهروند. حتی تو دفاعی هم نیومد. آقا شماره 8 به شدت من شما سناریو شب چرا تعریف میکنی؟ میگه این شاد مرده که اون بره بالا درخت. آقا ولی شماره 7 نظر من شهروند، نفر سوم اومده بالا، 3 تا اتهام، 3 تا دستم اومده بالا که بازی بره بیرون. شماره 5 مافیا بازی که از اول بازی شماره 3 داشته اونو میکوبه با هم میذاره توی سر. بفرمایید. چالش. برای شماره 4 بعد. دوستان امروز مافیاتونو بین من و شماره 4 پیدا می‌کنید. آقای آرش برای چی شما مافیا بازی؟ الان من به ترتیب فاکتور میام. مگه شما نگفتی آقای شماره 9 به این فکت مافیاست که 8 گفته شهروند تارگت زیاد خورده پس 7 میشه شهروند؟ تو رأی اوت هم به من دادی. بعد شماره 10 بلند میشه دو نفری که به من رأی اوت دادن رو میبینه اون آقا رو نمیبینه. شماره 4 اصلا در مورد من صحبت نمیکنه. یه دفعه رأی اوتش اومد بالا. بچا امروز مافیا بین من و شماره 4 نشسته. تفنگ تیر بین ما دو تا در میره. هر جا خواستی بفرمایید. بچه ها گوشه استاد چی میگه؟ استاد میگه که درباره من صحبت نمیکرد گرایدی. من فقط همه حرفام درباره تو بود که فقط تو بیای دفاع شماره 9. بچه استاد تفنگ میخورد سر آقا. اگه شهروند خوب من میام. از چی میترسین؟ شهروند باید رای بده، باید اجماع داشته باشه. بفرمایید. آقای شماره 7 مافیا، آقای 9 قطعی مافیا، الان 10 مافیا، 8 چیه؟ ببخشید. بفرمایید. چالش قطعاً بچه‌ها واسه شماره 7. بچه‌ها حرفا خوب گوش کنین. امروز شماره 4 از بازی خارج میشه. آیا شماره 4 اون استدلالی که داری میاری نفر سوم رأی‌گیری اومده داخل دفاعیه. بعد 3 تا رأی آورده. شما رو میتونیم بذاریم مافیا، میتونیم بذاریم شهروند. از نظر من میتونیم بذاریم مافیا که خیلی وقیع دستتون آوردین بالا. بعد بچه‌ها شات شماره 3 سوزنی بوده. خب از 3 نفر بیشتر برنمیاد. یعنی من قطعاً میدونم که این آقا زاد در نظرم. بچه‌ها امروز این آقا میره بیرون. بعد این الان بلند شده من 7 گفتم. شما دیروز در مورد 8 صحبت می‌کردی. بچه‌ها امروز 4 از بازی بیرون. ببخشید. بچه کله زدن نداریم دیگه. منم گفتم تیر بین من و شما شماره 4. خب بش بس اینه. برای چی من اصلا شماره 8 یار من؟ چه بازخواست میکنی من؟ یار من. چیکار دارم؟ من دارم مافیا میگم بین من و شما داریم. برایش دیروز شما داری میگه آقا داره زیاد اتهام میخوره در صورتی که من داشتم. پس تو گفتی شهروند منم، آقا مافیاست. داشتی شماره 9 رو به این دلیل بازخواست میکردی. ولی رأی اوتت به من دادی، به شهروندت. دوستان امروز بین من و شما شماره 10 مافیا میتونه. آقای محمد رأی خروج. متشکرم. بفرمایید. شماره 9 بعد از من. ببین استاد شما هم شماره 10 هم شماره 4 به آقا خورده گرفتین که از روی آقا شیک کرد. آقا شهروند بازی عذاب در اومد دیگه. توش تاگتاش بس درست بود که بهش خورده گرفتین دیگه. آقا شماره 10 مافیای بازیه. آقا شماره 4 هم ایزان میتونه مافیای بازی باشه. من به صورتت ببین تو آگاهانه داشتی از اون کاور میکرد. فکت ما اصل مافیا روش میشه که اش کاور میکرد. بعد اونم به تو گیر نداد. بفرمایید. اجازه بدین آقایون. استفاده از کلمات انگلیسی ازتون امتیاز کم خواهد کرد. لطفاً دقت کنید. بفرمایید. بچه تفنگو همین الان بین این دو نفر بزنید، جهت بازی رو در ادامه مشخص کنید. شما دیروز به آقا رأی خروج دادی مافیا. قطعت منم. تو میگی این مافیا 9 قطعاً مافیا. 4 بیرون. بفرمایید. آی شماره 10 صحبت کن. سر خوب چی میگی؟ میگی الان این بلند شده از اون حمایت کرده، اون شهروند بوده، پس این چی بوده؟ بعد اونم که حمایت کرده الان اون مافیاه؟ بله بکنید. پسر خوب من رأی میدادم تو بیرون بودی. من رأی ندادم به تو، بلند شدی به من میگی مافیاه بازی. اصلا همه اینا رو بذارید کنار. امروز شماره 5 میتونه مافیا بشه، بره بیرون. با خیال راحت. آقای... شماره 6 الان بلند شده به 4. شماره 10 حق چالش نخواهید داشت فردا. بفرمایید بشین. بچه ها گوش کنید الان چی جوری شده. مصطفی قطعی هم مافیا. مصطفی چی شد که اون شهروند شد من مافیا؟ من الان این دوتا برای تو چیم استاد؟ این دوتایی که با من رأی دادن به تو. آها این دوتا شهروندم، من مافیا. بچه ها تفنگ همین الان باید سایدو معلوم کنه. تفنگ تو سر آقا یا تو سر من، طرف آقون اون یکی بیرو. ترسی نداره، فقط همین کار. تفنگ همین الان بزنه، آخر وقت نداره، همین الان. بفرمایید. تو هم شماره 7 صحبت.
بچه‌ها یه دونه گوش بدید، یه نفر اومده تو دفاعی، سه نفر رأی دادن، اون دو نفری که باهاش رأی دادن اون یکی رو دارن میکوبن، بعد اون یکی هم که رأی نداده رو باهاش دارن میذارن تو یه تیم. خب اون رأی میداد شما بیرون بودی استاد. هفت قطعی مافیای بازیه. شما رشالا هفت چی شد؟ الان آشتی کردی فقط شما رو چا قطعی شهروند بازیه. هیچ کی سمتش نمیره. اول من. بفرمایید. شیک خوبی بود شماره دو، ولی گفتم مافیا بین من و چهار نشسته دیگه، من که اصلا هم نمیخوام بزنم بازی رو. ولی شماره ده همین الان نظری در مورد چهار من نداره. یعنی نه به من میگه مافیا، نه به اون میگه مافیا، میگه پنج بره. این آقا چیه واسه تو؟ ولی تو داری میگی آقا شهروند. باشه واسه فردا مافیا بین ما دوتا نشسته. بفرمایید شماره هشت رو من صحبت کنم. بچه‌ها ببینین شماره ده اصلا عصبانی شدن نداره دوست عزیز، مافیا گرفتی دیگه. الان چرا اینجوری داری بازی می‌کنی؟ همه چالشاتو میدی به چهار، اونم همه چالشاشو میده به تو. چی دیدین از هم که اینجوری داریم با هم بازی می‌کنیم؟ شماره دو هم احتمال خیلی زیاد یار سومتونه. بازی همینقدر ساده است. آره شما مافیا بازی دیروز سه نفر رأی دادن. اجازه بدین آقای مرتضی تایید میشه. شماره هفت مشقیه. بفرمایید آقا دیروز سه نفر رأی دادن به شماره هفت. شماره هفتی که هنوز مجهول طرفش در نیومده دیگه. اون دو نفر دیگه هیچ اتهامی نمیخورن. از سر صحبت همتون دارید میگی شماره چهار مافیا بود. خب این نمیشینه دیگه. از نظر من آقا شماره پنج مافیا بازی، شماره پنج بازی دیروز بازی میگه هم شماره سه مافیا بازیه، هم شماره هفت که اتهام مستقیمش بوده مافیا بود. بعد شماره نه کلا بازیو ول کرده، فقط پشت دست شماره هفت داره بازی میکنه. هیچ فرآیندی نداره. آقا از نظر من شماره پنج مافیا. متشکرم. بفرمایید. 5 ثانیه فرصت برای استفاده از تفنگ. تفنگ دارم. بله تایید میشه. شماره پنج. نباید میزدی. نمیزد بازی گره میخورد. الان ده هم برمیگرده. الان اون زله بازی رای میدم به چاه. وصیت. استاد شماره ده، شماره ده چی کار میکنم؟ میگه اگر من به تو رأی میدادم تو بیرون بودی. اسم استاد آورده بود که اصلا بخواد بهش رأی بده. مافیا فورسش من بودم. اسم آقای شماره نوعی که داشت سوراخ میگردش نیورد، مافیا شمارهش بود. با تیر تو بزن دیگه. شماره چهار مافیا، شماره ده مافیا. متشکرم داریوش. چهار قطعیه. داریوش با طرف شهروند رقابت رو ترک میکنه. بفرمایید خواهش میکنه. شماره ده باشه. یک و چهار قطعی هم. رقابت چطور بود؟ باید خوب بود. شعبان میجونه هم دیگه افتاده بود. شعبان تسلط رو کلامش نداره. شماره سه خیلی گمراه بود تو بازی. اصلا بعد شماره هفت هم خیلی از لحاظ کلامی رو تسلط نداشت رو کلامش. بعد شماره ده هم کلن خلاف شهر داشت بازی میکرد. یعنی اون کسایی که تو مزن اتهام بودن رو مافیا بازی نداشت و فقط تو ترن خودش چارت اسم می آورد. میریم سراغ رای گیری. رای گیری برای پدرام. مرتضی، معید، مصطفی، محمد، بیستید لطفا، وحید، علی، آرش، بیستید لطفا. دو نفر از خودشون دفاع میکنن شماره های چهار و ده. یک نفر راجع به محیط صحبت کنن. شماره هفت. یک نفر راجع به آرش. شماره شیش صحبت. بفرمایید. بچه ها لطفا اگه شهروندین امروز فقط به چهار، حتی آرش هم کاری نه، بخواین ساید بازی هم در بیاد بعد فردا بتونین منو بگیرین دیگه. یعنی پس از روی ساید بازی بعد شماره چهار بعد بروید. شماره دو، شماره یک و شماره ده. من مافیا بین شما
شماره دو تا که به نظرم سوخته ای بازی. امروز شماره 4. بچا من دارم میگم تیر بین من و آقای 4 بخوره، یه دفعه تیر یه جا دیگه دارم میره. بفرمایید. بچا شماره 2 اگه نگاه کن، من که اون فعلا امروز باید آقای موید از بازی خارج شه. خب پس فعلا با آقای آرش کار نگیر. اگه شهروندی شماره 1 خیلی بد بازی کردی، ولی من واقعا فکر اسم میکنم شهروندی تو، چون بلند شدی شماره 5 زدی. بچا امروز شماره 4 از بازی خارج میشه، یک نفر بلند شده میگه یا من یا شماره 4. بعد شما نمیفهمی، شماره 1 تیر تو زنی تو سر شماره 5، شماره 2 کره میگیره میگه بچا چرا اون دو نفر دیگه تارگت نمیخورن، اتهام نمیخورن، فقط شماره 4 داره اتهام میخوره. بچا چه من بودم چه نبودم؟ امروز 4 فردا 2. بفرمایید آقای مصطفی. بس دیگه بچا، مصطفی قطعی مافیاز هفتم یارشه. چی داره میگه؟ داره یه استاد داره بس گاد فادر رئیس مافیای بازیام استعلام منو میگی در آورده. بچا فقط هفت میره بیرون میگه یکی داره صفر اون یکی رو میذاره. اون چیه؟ من چیم که از روز یک داشتم میزدم امروز داشت بچه مصطفی قطعی مافیاز؟ من چرا الان شهروند مگه نه اون رفت بیرون؟ من باید دوتا یار داشته باشم، اونم میگه یارمه دیگه، من باید یک نفر کنسه داده باشم یکی از شما رو بیارم. چرا نتونستم بیارم؟ من اومدم با کونی که کابرم میکنه. متشکرم. شهروند به امروز به هیچ وجه نمیده. بفرمایید بشینید آقای آرش، دفاع کنید. درست محید، درست. الان نگاه کنید، یکی از تیرای مافیا نشسته، یکی هم الان آقا با تفنگ زده شهروند رفته بیرون. الان اگر یک نفر از ما بره بیرون شب شات بزنن تمومه بازی. پس موید بیرون نمیره، منم شهروند بازیم. تنها کسی که ببین میزا امروز کسی بیرون نمیره، شهروند بازی گوش بده، امروز کسی بیرون نمیره. میخوابیم تیرشونو میزنن، امیدوارم نشونه. فردا شماره 6 فقط میره بیرون. بیستید آقایون، شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای موید. آرش، آقای آرش بفرمایید بشینید. موید کلام آخر. بچه هیچ اشکال نداره، فقط امیدوارم دکتر تو بازی باشه بتونه نجات بده. مصطفی قطعی مافیاست، هفتم مافیاست، یک هم هست یک. مگه قرار نبود ساید بین طرف منو بین این اون در بیاره؟ چرا تو 5 زدی؟ 5 کجای بازی بود؟ اونم میتونه یارشون باشه. ممنون. متشکرم موید. پشت صحنه همراه باش. خب سینو، مافیاها تو اعلام میکنی؟ فکر میکنم با این چیزی که دیدم 6 و 7 مافیا باشن. 6 و 7؟ شب اولم که خودتو نجات ندادی. من فکر نمیکردم، من تو دفاعیه بودم، واسه چی من دادم؟ حالا شب 1 2 تا مافیا نجات دادی. جدی؟ دزد میزد به دکتر، اینجوری مافیا نجات نمیداد. بسایدم بلم اشتباه. آره پس 6 و 7 مافیا بودن، 1، 2 و 4 مافیاهای بازی بودن. من اونوری آره. 7 کارآگاه بود، مشخص بود کارآگاه. کارآگاه بودش که اصلا مثبت مویده داشت. آره. آقا چطور شد فهمیدن؟ آقا کارآگاه نمشه شو ریخ وسط دیگه، راه فرار نداشت، اصلا خیلی بد اومد. این مدل بازی نیست به نظرم، توی این سطح بازی یه همچین کارهایی به نظرم قشنگ نیستش. حتی اگه تو استعلام داری باید یه فکتی داشته باشی، هیچ استدلالی نداشت، فقط نقشه شو ریخ وسط. حالا با این روند شاید احتمالا میبره مافیا، ولی خب شهروند هم خوبه، شاید احتمال داره. با اله من شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونی از یک نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. چند؟ 7. 7 دیگه کاراگاه همه فهمیدن. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. همه گرفتم. بخوابه. گروه مافیا بجز گروگانگی. بخوابن. کارگاه. اینم درست سلی نمی‌بینی صبح فردا رو.
تکاور، اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تکتیر اندازی دارید. میگه وای اگه شدم کرد من شیشو میزدم. بخوابه پزشک، یک حق انتخاب. بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره های 7 و 8. آیون خسته نباشید، یک اخراج انضباطی داشتیم. بفرمایید پشت صحنه هم باشید. صحبت نکنید. اما من صحبت نمی‌کنم که یه دفعه رأی اوتش اومد بالا. بچه‌ها امروز مافیا بین من و شماره 4 نشسته. تفنگ تیر بین ما دوتا در میره. هر جا خواستید. درخواست اعلام وضعیت. رأی میاره. 5 نفر از دست دادیم. 1 مافیا، 4 شهروند. صحبت میکنن آقایون. 25 ثانیه با چالش از شماره 2 به این سمت. بفرمایید. بچه‌ها یه دقیقه گوش بدید. من با استدلال بازی میکنم دیگه. به نظر من 7 مافیا بود. زدم طرفش در بیاد. آقای شماره 1 یه نفر دیگر رو میزنه مافیای بازیه. آقای شماره 10 مافیا. من قطعی شهروندم. شمارم شهروند دارم. من قطعی شهروندم مصطفی. خراب نکن بازی. من با استدلال بازی میکنم. من اگه میخواستم یه نفر دیگر رو میزدم. طرف اینا رو در نمی آوردم. 2 نفر که رأی دادن داره یکی دیگر رو میکوبن. آقای شماره 6. قبل از شماره 6. بچه لحظه حرف منو خوب گوش کنین. آقا اخراج انضباطی شده به خاطر اینکه نقش کاراگاهو داشته. خب پس شما شماره 2، شما شماره 10 بلند شدین گفتین نره بیرون شماره 4. من رأی دادم. آقا رأی داده. پس ما 14 شهروند الانم باید بلند شیم که شهروند. مثلا مافیا کیه؟ آقای مصطفی بفرمایید. آقا من واقعا شهروند بازی، من خیلی اشتباه بازی کردم. من قطعا شماره 6 شهروند بازی، شماره 9 هم شهروند بازی که وضعیت غیر وضعیت که معلومه رو رأی داده به مافیا. من با شما 2 نفر قطعا بازی میکنم. مافیا از نظر من هم شماره 3 هم شماره 10 که اومدن پشت هم بازی کردن. من واقعا شهروندم. اگه به من رأی بدید شماره 3 نداریم. 2. شماره 2 و 10. بله. بفرمایید. منم. 4. خیر. شماره 6 صحبت کن. بعدش. صحبت. خب باش بچه‌ها. اینو دقت کنیم بچه‌ها. امروز 2 نفر میان داخل رأی. از نظر من نگاه کن شماره 1 تو هم مشکوک هستی. چرا؟ چون بینی که گره اینجا بوده ترسیدی 1 نفر از این دوتا رو بزنه که گره در بیاد. خب این منطقیش میشه ترسو بودن تو. ولی من اصلا احساس شهروندی میکنم. شماره 2 مگه تو از اول بازی آقا شهروند نمیدیدی؟ سر گانش داری میگی. بعد خودت استدلالی که بفرمایید. منم آقا. بله. محیط که شهروند بوده رفیق. محیط شهروند بوده دوستان. شماره اگر اون نقشی که شما میگی بوده کاراگاه بوده، پس شماره 8 مافیا بود. چی؟ راحت دارم براتون توضیح میدم. دوست شهروند بازی. ببین من الان تو بین شما، من به نظرم من مصطفی مافیای بازیه. شهروند بازی اگه میخواد بازی کنه میتونه مصطفی رو رأی بده. شما رو میتونه رأی بده. شماره 2 اول صحبت کن. ببین یا که من دارم استدلال شهروندی رو میگم دیگه. 8 نفرین. من اونو مافیاتر میدیدم. تفنگم رو اون زدم. آقا که نمیخواد طرف باز چه مافیا بازی چه است شهروندی. این که اصلا کاری نداره. 2 نفر رأی 2 دادم. اون چجوری آقای نورایی میگه تکاور چه تکاوری بود داریم اینا. آقا فقط 10 بره بیرون. من یارم 10 بره بیرون دیگه. ببین وضعیت قرمز دیگه درسته. بازم باید حتما یه مافیا بدیم. شما الان شماره 8 شما که حق چالش نداری اصلا. بفرمایید. شماره 8 اگر مافیا بود آقای نورایی اعلام کردن تبریک به این شهر که از تکاوری داره. درسته میگه نه بابا بیار 10 بیرون. 10 بیرون. شما هم مافیا روزی یک مافیای سایه بازی بودی دیگه. ولی امروز رأی میدی 10 میره بیرون. بفرمایید. یک بعد از بچه‌ها این حرفی که میزنین کامل بکنم. من بین شما دوتا از فردا در بیارم. بر اساس کسی که شب میمیره از فردا. امروز شماره 10 فقط. آقا شماره 10 آقا چجوری مافیای بازی بوده شماره 8؟
چرا باید شماره 8 اصلا اخراج انضباطی بشه؟ اگر آید نورایی، من یه سوال دارم از شما، میشه جواب هم بدین؟ اگر تکاور شات درست بزنه، تیر درست بزنه، اعلام میشه که عجب تکاوری داره این شهر یا نه؟ اعلام میشه. اعلام میشه. پس آیا شماره 10 شما سوختی برای در من؟ کتاب باز، خدافظ. آقا شما اصلا چی میگی؟ میگی شماره 8 مافیای بازی. شما سناریوت اینه که یا تکاور زده که آقای نورایی اعلام میکنه، یا منظور اینه که خودی زدن که مافیا چرا باید تو میازیت به خودی بزنه؟ آقا 10 قطعا مافیای بازی. این دو هم مافیای بازی. جفتشون مافیای بازی. میریم سراغ رأی‌گیری برای پدرام. مرتضی، مصطفی، علی، آرش. آرش تک دفاع یک اتهام. نمیخوام. حمایت هم که نمیخوای. دفاع کنید از خودتون آقای آرش. اگه گوش میدادید وقتی داشت میرفت بیرون میگفتش اخراج انضباطی شده یه نفر، رفیق فهمیدی؟ پس چی میگی؟ میگی الان تکاور میزد میگفتش دست خوش. بعد اوش ببین، من نمیدونم الان، من دارم میگم مصطفی مافیاه، من نمیدونم الان بین شماها دو نفرتون شهرونده، نمیدونم کدومتونید دیگه. الان همه به من رأی دادید، با الان من رأی بدید میرم بیرون، بازی تموم میشه. بازی تموم شد، اینجا سمت من نمیای. بازی تموم شد، شهروندی که الان تو بازی نشسته و به من رأی داده سمت من نمیاد، چون مصطفی مافیاه به قطع بازیه. متشکرم. رأی‌گیری مجدد برای آرش. آرش، کلام آخر. بازی رو باختید. فقط من میخوام بدم شهروند. خب شهر ما شکست خورد، ولی آقای شماره 10 مافیا شماره های 1 و 2 بودن. دوستان پشت صحنه تشریف بیارید لطفا. خسته نباشید آقایون. گفتم نه یا نگهبان. به این مشکل اینه، من روز بعد معارفه همه پشت سر من رأی دادم به 7 و 3 که شهروندی بود واسه من. من بهش گفتم شهروند حمایت کرد، بنده خدا اومده توی دفاع 3 رأی آورده، این چجوری کاراگاه نیست؟ بعد روز بعدش بلند شد چالش گرفته، گفته سایت بیت طرف بین من و محیط شماره 4 در میاد. بعد استاد بلند شد با اون دو نفر دیگه که بهش رأی دادن، جفتشون رو کاری نداشت، میگو فقط من برم. این چیه این کاراگاه؟ بعد میگفت سایت فقط در میاد، به هیچ کاری نداره. تارگت هم حتی دادم به، یعنی کسی که میخواد درباره صحبت کنه توی دفاع. بازم گفت آقا حتی آرش هم ول کنین. آرش اول صحبت میگفت یارمه دیگه، گفت آرش رو گفت فقط این کاراگاه دیگه. آقا کاراگاه نباید نرونده، باید بذاره مافیا بازی کنه. گفت کارگاه. خب بچه چرا استعلام تو رو بگم بین این سه نفر که تارگت هم دو نفر؟ خب تو استعلام تو داشتی طرفش رو شما که شما که داری آگاهی داری برای چی گرد استعلام؟ چون تو مصطفی ببین مصطفی بیا بریم مصطفی تو موقعیت خطرناکی آقا یارم خود چرا خوب آقا شما بابا نقش شهروندی من هیچ کاری نمی‌تونم بکنم. یعنی بلند شدم احساس کردم محیط چون من بازیشو می‌شناسم. بعد گریشر خورد، گفتم من اگه مافیا باشم می‌زنم، اگه نباشم محیط می‌زنه. بعد شماره 7 بلند شد خیلی سفت و گفت یا گانیایی، گفتم از این مافیا. من آخر بازی واقعا دو رو می‌خواستم بدم بیرون. یعنی واقعا دو. یک شک داشتم گفتم شاید شهروند باشه. ولی 10 بلند شد گفت فقط 6. پس من یهو نظر دادم. آره دیگه. دارم میگم شماره 7 که تو میگی کاراگاه اونجای بازی. من اگه رأی می‌دادم می‌رفت بیرون، رأی ندادم. بلند شده شماره 8 داره میگه شماره 10 مافیا. از اونجا من تارگت کش شدم. میگی من شماره 2 رو میگفتم با شماره 10 و چرا با من بازی نکردی؟ و چرا بعد توئی که داری به من تارگت می‌زنی؟ من شماره 2 اگر فکس داری شماره 2 مافیا رو دیگه می‌گرفتی، ولی نگرفتی. شماره 2 رو بعد می‌گرفتی. 10 و 6 نباید با هم می‌جنگیدن. بابا 6 به مافیا بازی تو وضعیت قرمز رأی خروج داده. اصلا امکان نداره که مافیا باشه. من روز یک گفتم شهروند، گفتم تو شهروندی منم شهروندم. شماره 4 رو گفتم موی، امیدوارم تو هم شهروند باشی. خب 4 رسید فهمیدم مافیاست. دقیقاً با موی چش باز کردم، افسونگر گروگانگیرم شماره 1 بود. دقیقاً ستای اصلا یه تیم خوبی بود واقعا. شب یکم واقعا یارم جدید. ببین نیا کن، من یارم استلامش در اومده بود، همه داشتن با استلام داشتن میکوبن، با استلال نمیکوبیدن، با اسلام کاراگا میکوبیدن. من بلند شدم سفت کاورش کردم، گفتم آقا دو نفر با اون رای دادن، این مافیاست و مافیاست. رفت از داور پنجم بپرسید اگه نگفت 10 مافیا. آره 10 بعد باز واقعا 10 با ما بود، به ما داره میگه 10 یار ما بود. بازی عجیبی بود واقعا. من تقریبا یکی از عجیب ترین نکاتی که دیدم مقاومت بیش از حد شماره 10
توی بازی بود که تقریبا اجازه بازگشت شرف مسیر درست رو نداد. خیلی چیزی از بازی من ندارم برای گفتن، چون بازی روال خیلی معمولی داشت طی میکرد تا وقتی که شماره هفت دیگه خیلی بیش از حد به نقشش نزدیک شد، یه ضربه اونجا به شهر خورد و شماره ده باز ضربه آخر رو زد و اجازه نداد دیگه شهر نفس بکشه. من فقط اون دیالوگش رو واقعا نفهمیدم. شماره ده و گفت هفت اگر کاراگاه باشه که کیک شد، هشت مافیا بوده، پس هشت مافیا است. اگر کاراگاه باشه که به خاطر این کیک شد که چهار رو گردن گرفت، یه جورایی دیگه اخراج شد. اخراج شد، بله. واقعا مافیا نیازی نبود تو این بازی کار خاصی بکنه، با اینکه به قول سینا پتانسیلش رو داشتش مافیا، ولی شماره چهار همون اول بازی به نظر من بازیو خیلی خوب ریختش روی شماره هفت و هشت و رأی شماره سه و برای خودش خرید. من واقعا هنوز وای نفهمیدم چرا شماره ده اصرار داشت که شماره چهار شرفم بوده، یعنی آره خیلی عجیب. من بگم من با دو تا نکته موافق نیستم. از اینکه مافیا خوب بازی کرد که موافق نیستم. به نظرم شهر خیلی بد بازی کرد، یعنی خیلی بد. یعنی شهر میتونست مثل چی میگی، ما در اسمامش میگیم مثل شربت، نمیدونم بقیه جاها چی میگن، مثل شربت شهر میتونست ببره. چهار نفر رأی خروج دادن به شماره چهار. اون چهار نفر ضربه اولام اگه بگیم با کاراگاهی خورد، به نظر من باز به شهر کمک کرد. چه اتفاقی رخ داد؟ یه شماره دوی بود که با تفنگش به شماره هفت شلیک کرد، بهترین گزینه برای خروج فردا بود. شماره ده اونجا میتونست بگه آقا من دیروز رو اشتباه کردم، الان که جهت ها مشخصه با شما بازی میکنم، اون دو نفر رفتن، من جاشونو میگیرم، رای میدیم به دو. اگر این اتفاق رخ میداد بعدش یک هم نمایان میشد که هیچ کدوم از این اتفاقات به لطف شماره ده رخ نداد. بچه من اسم این بازی گذاشتم فرق هنر و مهارت. مهارت یه چیزی که آموختنیه، بالاخره شما یاد میگیری، ولی هنر خیلی وقت آموختنی نیست. شهروندای این بازی مهارت داشتن، مافیا رو بخه پیدا کردن، کاراگاه پیدا کردن. شماره 8 میگفت شماره 7 فردا ازش برگشت، بالاخره یه حدی از مهارت رو داشتن. شماره 1 حتی که مافیا بود مهارت رو داشت ولی هنر نداشتن. چرا؟ تو بازی مقدماتی هم یه نمونه از این اشتباه بزرگ کسی که تفنگ میزنه مافیا داشتیم. شماره یک تفنگ رو زد، جهت و گردانه نخوند رفت پایین و هیچکی اینو نه تو که جهت رو نخو، پس تو مشخص مافیایی میدونی به یک شهروند تفنگ، و اون آدم اصلا توی رأی‌گیری هم اون روز نیومد در کمال عجیب بودم. اینکه مافیا چرا به نظر من بد بازی کرد، وقتی یک شهروند شماره ده اینقدر تابع یک مافیا شماره 4 موعیده، اون یک و دو باید باش همراهی میکرد، حداقل 7 و 8 و یکشون دفاعیه میومد، هیچ کس رو دفاعی نمید. 4 فقط یه یار داشت که شماره 10 بود که اونم شهروند بود. حقیقتاً شهروند بد از مافیا بدتره. توی رقابت امشب هیچ مافیایی نمیتونست مثل تکاور و تفنگدار شهر رو به هم بریزه. بینندگان عزیز، هشتگ اعصابم ارادت.